مستجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگا از اردبیل همراه ما هستن، از اربیل عراق همراه ما هستن. وقتتون بخیر خانم مستجر. حجم خشونت ها در مهاباد و در کلن شهرهای کردنشین هی داره بیشتر و بیشتر میشه. برخورد های امنیتی، عملا تصاویری دریافت میکنیم که حاکی از حکومت نظامیه. خبرهای تازه شما دارین؟ با سلام و درود، وقتتون بخیر. بله دقیقاً، حجم خبرهای بد انقدر زیاده واقعاً نمیشه و نمیتونیم در سخن نمیگنجه چطور بیان کنیم خشونتی که در شهرهای کردستان در حال وقوع هست. از روز گذشته در شهرهای کردستان به طور دقیق و احراز هویت شده تاکید میکنم تعداد کشته شده ها بسیار بیشتر از اینی هست، اما ما تا الان تونستیم احراز هویت بکنیم. 13 شهروند در شهرهای جوانرود، پیرانشهر، دهگلان و بوکان متاسفانه با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و نیروهای سرکوبگر به ویژه سپاه پاسداران کشته شدند. از روز سه‌شنبه 24 آبان ماه 41 نفر در خشونت شدید نیروهای سرکوبگر در شهرهای مهاباد، بوکان و تا شهرهای دیگر کردستان از کرمانشاه، ایلام، ارومیه کردستان گرفته کشته شدن. متاسفانه تا الان این خشونت ادامه داره. در شهر مهاباد طی 3 روز گذشته برق قطع بوده. متاسفانه خبر امروز خبری از این شهر مخابره نشده، الا اینکه میدونیم در اعتصاب کامل سراسری هستن این شهر. اما طی ویدیوهایی که روزهای گذشته منتشر شد متوجه شدیم که نیروی سرکوبگر سپاه با تعداد زیادی تسلیحات جنگی و نیمه سنگین به این شهر سرازیر شدن و از خشونت و سرکوب و کشتاری که در این شهر در حال وقوع امروز واقعا خبری نیست. نمیدونیم در این شهر به طور دقیق چی میگذره. میدونیم که شارژ موبایل ها تموم شده و چون برق نیست نمیتونن ارتباط برقرار بکنن. اما دیشب نیروهای سرکوبگر به خانه ها حمله کردن و به طور مشخص به آپارتمان ها، مغازه ها شلیک مستقیم کردن و کشتار افسار گسیخته رو به راه انداختن. همینطور در شهر پیرانشهر در مراسم خاکسپاری 2 تن از کشته شدگان دیشب که امروز برگزار شد انقدر شدت رگبار و گلوله زیاد بوده که شهروندان تا الان 2 شهروند به طور دقیق میدونیم که کشته شدن. تعداد زخمی ها بسیار زیاده. در شهر جوانرود هم به همان شیوه انقدر رگبار زیاده که جنازه ها و پیکرها در سطح خیابون دیده میشن. نمیتونن شهروندان اونها رو جمع بکنن و بیارن. در ویدیوها مشخصه که چندین نفر در همون چند ثانیه ویدیویی که مخابره شده چندین نفر با اسلحه جنگی، با گلوله جنگی متاسفانه زخمی میشن و در یک ویدیو به طور مشخص 4 پیکر در سطح جاده ها دیده میشن که شهروندان با دستان خالی نمیتونن اونها رو از سطح شهر جمع آوری کنن. دقیقا مشخصه که شهروندان هیچ اسلحه و هیچ سلاحی در دست ندارن، تنها با سنگ دارن از خودشون دفاع میکنن و متاسفانه طبق رصدهایی که سازمان حقوق بشری ما، سازمان هنگا، از اوایل این اعتراضات و این انقلاب انجام داده، ما پیشتر معتقد بودیم در 2 ماه اول که جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت در شهرهای کردستان در حال وقوع. اما پس از سخنان خامنه ای، متقاعد سخنان خامنه ای در چند روز گذشته که به طور مشخص اعلام کرد که این اختشاشات پایان خواهد یافت، کشتار عظیمی در شهرهای کردستان در حال وقوع، نوعی قصد خاص کشتن که رو به مردم کرد هست در شهرهای کردستان به راه انداخته شده و میبینیم که در یک هفته گذشته به طور تمام قد از این کشتار از مهاباد شروع شد و به پیرانشهر، جوانرود در حال حاضر رسیده. همینطور الان گزارش هایی که به من رسیده هلیکوپترها در شهرهای جوانرود و پیرانشهر در فراز آسمان ها در حال پرواز هستند و این وضعیت این شهرها واقعا وحشتناکه. ممنون از شما ژیلا مستجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگا از اربیل.